سلام خدمت شما شنوندگان عزیز من کوروش باغری هستم و این رادیو آرامش امیدوارم که هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم دوستان گرامی هدف برنامه های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد عزیزان خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید شنوندگان گرامی برنامه این هفته را با ادامه مطالعه در انجیل یوحنا آغاز می کنیم. در برنامه گذشته تا پایان آیه سیزدهم در فصل اول انجیل یوحنا را با هم مطالعه کردیم. این هفته با مطالعه آیه چهاردهم در فصل اول انجیل یوحنا برنامه خود را آغاز می کنیم. دوستان در آیه چهاردهم در فصل اول انجیل یوحنا می که کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد او لبریز از محبت، بخشش و راستی بود ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم بزرگی و شکوه فرزند بی پدر آسمانی ما خدا آمین دوستان در اینجا آیه بسیار نقضی را یوحنای رسول بیان میکنه یوحنای رسول شاگرد ایسای مسیح برای مدت سه سال و نیم به طور فیزیکی و قابل لمسی عیسی مسیح را شخصا تجربه نمود یوحنای رسول با مسیح نشست و برخاست او با مسیح غذا خورد مسافرت نمود و به تعالیم او گوش داد در این آیه یوحنا حقایق بسیار اساسی شخصیت عیسی مسیح را برای ما بیان میکنه یوحنا به سراحت میگه که وقتی مسیح متولد شد در واقع خدا انسان گردید توجه بفرمایید مسیح جزئی انسان و جزئی خدا نبود او انسان کامل و خدای کامل بود پولس رسول هم در نامه خودش به کلسیان به این حقیقت شگرف و مافوق درک بشر اشاره میکنه. پولس رسول در فصل دوم و آیه نهم در نامه خودش به کلسیان میفرماید فرماید در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است عزیزان تا قبل از آمدن مسیح انسان نمیتونست به طور کامل خدا را بشناسه بعد از آمدن مسیح انسان توانست به طور ملموس و کامل خدا را بشناسه چرا؟ چون خدا در وجود مسیح قابل رؤیت و ملموس شد به عبارت دیگه مسیح نمود کامل خدا در شکل انسانی بود عیسی مسیح با انسان شدن سه عمل فوقالعاده مهم را برای بشریت به انجام رسانید اول اینکه مسیح با انسان شدن معلم کامل شد این بدی معناست که حال ما با مطالعه زندگی عیسی مسیح میتونیم پی ببریم که خدا چطور فکر میکنه و در نتیجه حال ما باید چطور افکاری داشته باشیم پولس رسول این آموزه بسیار مهم را نیز باز در نامه خودش به فیلیپیان یادآور شده پولس در مورد کیفیت و چگونگی طرز فکر مسیح و اینکه حال افکار ما ایماندارانه به او بایستی چگونه باشه در فصل دوم فیلیپیان در آیات 5 تا 11 میفرماید شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت او با اینکه ماهیت خدایی داشت اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسانها شد و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار بر روی صلیب اعدام شود به همین جهت خدا او را بی نهایت سرفراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است تا به نام ایسا هرانچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که ایسای مسیح خداوند است. آمین دوستان دومین نتیجه مهم انسان شدن مسیح این بود که وی نمونه کامل شد بله مسیح الگوی کامل شد از اون چیزی که ما باید بشیم مسیح خود با الگو شدن به ما نشان داد که چطور زندگی کنیم عزیزان برای قادر شدن به آن گونه زندگی که مسیح برای آن ما را خلق فرموده در صورت فروتنی و اطاعت ما از او خود وی قدرت و حکمت لازمه را به ما عطا خواهد فرمود. و حال سومین نتیجه سومین نتیجه مهم انسان شدن مسیح این بود که وی قربانی کامل شد. عیسی مسیح به عنوان قربانی کامل برای تمام گناهان بشریت به این جهان آمد. مرگ داوطلبانه عیسی مسیح بر روی صلیب شرط خدا را برای ازمیان بردن گناه برآورده ساخت. عزیزان پولس رسول این نکته بسیار مهم را باز برای ما در کلسیان فصل اول و آیات 19 تا 23 به خوبی بیان میکنه در کلسیان فصل اول آیات 19 تا 23 در مورد اهمیت قربانی کامل بودن مسیح پولس میفرماید زیرا خدا اراده فرمود که اولوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار گیرد در اثر کاری که مسیح در حق ما انجام داد خدا راهی مهیا کرد تا همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین به سوی خود باز آورد جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی که او در راه ما ریخت همه را با خدا صلح داده است این صلح شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می شود بله شما روزگاری از خدا روی گردان و با او دشمن بودید نیتهای بد و اعمال زشتتان شما را از او جدا کرده بود اما اکنون او شما را به حضور خود پذیرفته است عیسی مسیح با فدا کردن بدن انسانی خود بر روی صلیب ایجاد چنین رابطه ای را با خدا ممکن ساخته است در نتیجه این فداکاری است که مسیح شما را به پیشگاه خدا آورده است و شما بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور خدا ایستاده اید به طوری که دیگر او خلافی در شما نمی بیند تا به سبب آن شما را سرزنش کند این به شرطی میسر است که به طور کامل به حقیقت ایمان داشته باشید و در آن محکم و ثابت بمانید و نگذارید امیدی که به نگام شنیدن پیغام انجیل در شما به وجود آمد متزلزل شود این همان پیغامی است که به گوش تک تک شما رسید و اکنون نیز به سراسر دنیا میرسد و من پولس افتخار دارم آن را به دیگران اعلان نمایم آمین خدا را شکر دوستان حال به مطالعه آیه پانزدهم در فصل اول انجیل یوحنا میپردازیم این آیه میفرماید یحیی او را به ما معرفی کرد و گفت این همان کسی است که به شما گفتم بعد از من میآید و مقامش از من بالاتر است زیرا پیش از آن که من باشم او وجود داشت آمین عزیزان در این آیه یوحنای تعمید دهنده بر مسیح شهادت میده یوحنا این گفته خودش را به عبارتی دیگه در آیه سی و چهارم در همان فصل اول انجیل یوحنا تکرار میکنه در آیه سی و چهارم یوحنا میفرماید شهادت می دهم که او فرزند خداست دوستان یحیای تعمید دهنده چند ماه پیش از عیسی مسیح آمد و خدمت او پیش از او آغاز شد یحیای تعمید دهنده به خوبی به وظیفه خودش آگاه بود یحیی میدونست که وی فرستاده شده تا راه را برای شخصی بسیار بزرگتر مهیا سازد به همین دلیل که او در آیه سیوم در فصل اول انجیل خودش انجیل یوحنا فروتنانه اظهار می داره که او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکتر به خوبی آگاه بود که او یک انسان عادی بود در حالی که عیسی مسیح پسر ابدی خداست عزیزان حال به مطالعه آیه 16 در فصل اول انجیل یوحنا پردازیم این آیه میفرماید لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد آمین بل عزیزان مسیح منبع تمامی برکات ماست زیرا که خدا بدین داد که تمامی پری او در او ساکن بشه پولس رسول در کولسیان فصل اول آیه 19 میفرماید خدا اراده فرمود که اولوهیت کامل او در وجود فرزندش قرار گیرد آمین عزیزان همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند از پوری او بهره های روحانی و اقتدار میابند مسئله برکت در پی برکت در این آیه به معنای محبت رحیمانه خداست که او به فرزندان محبوبش آشکار میکنه پولس در کولسیان فصل دوم آیه دهم ده این مهم را بدین گونه بیان میکنه. پولس میگه بنابراین وقتی مسیح را دارید همه چیز دارید و وجود شما از حضور خدا لبریز است. آمین. دوستان حال به مطالعه آیه 17 در فصل اول انجیل یوحنا میپردازیم. این آیه میفرماید خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد اما راستی و محبت را به وسیله ایسای مسیح عطا فرمود. عزیزان در ارتباط با این آیه لازم توضیح بدم که یحیای تعمید دهنده دوره عهد عتیق را از عهد جدید جدا کرد. احکام یا همان شریعتی که به وسیله موسی عطا شد ظهور جلال نبود آن شریعت یا احکام به اطاعت انسانها حکم می کرد و اگر انسانها در اطاعت از این احکام مذهبی موفق نمی شدند شریعت آنها را به مرگ محکوم می کرد شریعت یا احکام داده شده توسط موسی به انسانها می گفت که چه چیزی درسته ولی قدرت انجام آن را به انسانها نمیداد این احکام به انسانها داده شده بود تا آنها بدونن که گناهکارند ولی آنها را از گناه نجات نمیداد اما یوحنا در مورد عیسی مسیح میفرماید راستی و محبت را به وسیله مسیح عطا فرمود بل عزیزان عیسی مسیح نیومد تا بر کسی حکم کنه بلکه تا انسان گناهکار نالایق را نجات بده مسیح آمد تا انسانی را که نمیتونست خود را نجات بده نجات بده با این فداکاری مسیح نه تنها فیض به انسان عطا شد بلکه راستی نیز به وسیله او آمد مسیح نمونه کامل راستی بود او در همه کلمات و کارهایی که انجام داد کاملا امین و صادق بود مسیح فرموده بود که مزد گناه مرگ است بنابراین او خود برای پرداختن تاوان مرگ ما داوطلبانه جان سپرد او با این کار خود راستی را به کمال رسانید و در ایمان ما به خود رستگاریمان را فراهم ساخت عزیزان مسیح خانه در آسمان برای ما مهیا فرمود دوستان محبت و عدالت دو جنبه از طبیعت خدا هستند که او در رابطه اش با ما از آنها استفاده میکنه. موسی بر شریعت یا همان احکام خدا تأکید داشت در حالی که عیسی مسیح آمد تا رحمت، محبت و بخشش خدا را برجسته کنه موسی فقط میتونست وسیلهی برای اجرای شریعت باشه در حالی که مسیح آمد تا آن احکام خدا را تحقق ببخشه طبیعت و اراده خدا در احکامی که به انسانها داده شده بود آشکار گردیده بود. حال طبیعت و اراده خدا در ایسای مسیح آشکار شده. مکاشفه خدا دیگه به صورت احکامی نوشته شده و روی لوهای سنگی که به موسا داده شد صورت نمیگیره. بلکه خدا از طریق زندگی یک شخص مکشوف میشه و اون شخص ایسای مسیح. دوستان قبل از اینکه به آیه بعدی بپردازیم لازمه تا توضیحات پولس رسول را در ارتباط با آزادی انسان از نیش احکام در ایمان او به ایسای مسیح مطالعه کنیم. پولس رسول در رومیان فصل هشتم و آیات یک تا چهار میفرماید. بنابراین چون به عیسی مسیح تعلق داریم هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است در واقع ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد پس حال قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم زیرا انان زندگی ما در دست روح خداست نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما آمین خدا را شکر با مطالعه آیه 18 در فصل اول انجیل یوحنا برنامه این هفته خود را به پایان می رسانیم. این آیه می کسی هرگز خدا را ندیده است اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد او آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است آمین دوستان خدا در عهد عتیق از طریق افراد مختلف با انسان ارتباط برقرار می کرد این افراد معمولا انبیایی بودند که پیغام های خدا را برای قوم اسرائیل می آوردند اما هیچ کس هرگز خدا را ندید خدا طبیعت و ذات خودش را به طریقی در مسیح آشکار نمود که قابل دیدن و لمس کردن بود. در حقیقت خدا انسانی شد که روی زمین زندگی کرد. بله دوستان، کسی هرگز خدا را ندیده. در آیات 19 و 20 در فصل 33 کتاب خروج در عهد عتیق میخوانیم که خداوند به موسی فرمود من شکوه خود را از برابر تو عبور می دهم و نام مقدس خود را در حضور تو ندا می کنم من خداوند هستم و بر هر کس که بخواهم رحم و شفقت می کنم من نخواهم گذاشت چهره مرا ببینی چون انسان نمیتواند مرا ببیند و زنده بماند آمین دوستان در سراسر دنیا انسانها در جستجوی خدا هستند و به واسطه مذاهب گوناگون به نوعی شناخت و معرفت درباره او دست میابند اما شناختی که مذهبیون از خدا به دست میارند دقیق نیست تنها ایسای مسیح که از سوی خدا آمده و از ذات الهی او برخورداره و به طور کامل پدر را به ما شناسانیده و آن را دیده است لذا تنها مسیح که میتونه خدا را به طور کامل به ما انسانها بشناسونه در آیه 18 هم مسیح فرزند یگانه خدا خانده شده این اصطلاح اشاره به این مفهوم داره که ذات مسیح عینا ذات خداست از این جهت که او و خدای پدر یکی هستند شناخت درست و کامل خدا تنها از طریق مسیح میسر نکات دیگری که در ارتباط با آیه 18 در فصل اول انجیل یوحنا لازم به یادآوریه اینه که خدا روح و روح نادیدنیه بله عزیزان خدا بدنی نداره اما مسیح در بدن دیدنی به انسانها آشکار می نمود که خدا چگونه است وقتی مردم عیسی را دیدند آنها خدا را دیدند آنها صدای خدا را شنیدند آنها محبت و نیکویی خدا را احساس می کردند تفکر و رفتار خدا در مورد انسانها عزیزان کاملا به وسیله مسیح ظاهر شد شنوندگان عزیز به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. امیدوارم که مطالعه این هفته ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشد دوستان گرامی چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و یا نیاز به توضیحات بیشتری در مورد نکاتی که به عرض شما رسیده دارید محبت کنید با من تماس بگیرید تا در فرصت مناسب مفصلا در مورد سوالات و پیشنهادات محترم شما با هم گفتگو کنیم دوستان گرامی به یاد داشته باشید که عیسی مسیح شما را بی نهایت دوست داره و مایل تا شما او را به طور واقعی بشناسید و با او در رابطه پدر و فرزندگونه زندگی کنید او برای پذیرش شما بخشش گناهانتان و عطای حیات ابدی در نزد خود آماده می باشد دعوت او را امروز بپذیرید دوستان عزیز تا گفتگوی بعدی آرامش مسیح با شما باشد